هستن. خانم امینی، ابتدا درباره ویژگی ها و کارنامه وزیر جدید آموزش و پرورش بیشتر برای ما توضیح میدید. در واقع ما امروز هم با یک وزیر جدید یا با یک پیشنهاد جدیدی از طرف دولت برای این وزارتخانه طرف بودیم که در واقع سابقه اونها رو باید بار اول در مجلس و در واقع در خبرها دنبال میکردیم، برای اینکه ایشان هم مثل دو وزیر پیشینی که پیشنهاد شده بودن و رد شده بودن در واقع این مدارج مدیریتی رو در عرصه عمومی با شفافیت سیاسی و اقتصادی تعیین کردن که ما بتونیم در واقع امروز تحلیل و ارزیابی درستی در مورد پیشینه ایشان داشته باشیم. آنچه که در خبرها ذکر شده و اون چیزی که ما امروز در مجلس در گفته های ایشون و حتی در ظاهر ایشون با چپیه‌ای که انداخته و با در واقع الفاظی که دیگر ستیزی در اون محرز هست دیده میشه، این هست که یک طرف کار ایشون در واقع همون چیزی هست که باید برادریشون رو جای دیگری ثابت می‌کردن که یا سپاه بوده یا وابستگی به بیت رهبری بوده یا آستان قدس بوده، در واقع طبق روال وزرای دیگری که آقای رئیسی پیشنهاد کردن. ایشون در واقع نماینده سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا در دولت و مجلس بوده، بنابراین این برادری در جای دیگری ثابت شده و حالا امروز ما شاهد تقسیم ارث و میراث اون در مجلس هستیم. مسئله دیگری که شاید بشه گفت نکته مثبت ایشون نسبت به دیگران بوده این هست که به هر حال پیشینه مدیریتی در دست کم در حوزه اقتصاد داشته، اگر در حوزه آموزش و پرورش و معلمی نداشته، اگر با این حوزه در واقع فقط در حد نام آشنا بوده، اما اون دوتای دیگه تقریبا همین رو هم نداشتن. ایشون ظاهرا کتاب نوشته، ظاهرا مقاله نوشته، هرچند که میگم ما امروز همه این اخبار و اطلاعات رو از خبرها میگیریم نه از پیشینه مدیریتی ایشون. در رابطه با صحبت‌هایی که امروز مطرح کرد و به طور کل برنامه‌های آقای نوری، به ویژه که تأکید داشت بر مقابله با سند آموزشی سازمان ملل و همینطور مقابله با سکولاریسم، در رابطه با اینها چه چیز بیشتری می‌دونید؟ ببینید، همونطور که شما هم اشاره میکنید، تأکیدی که ایشون در واقع روی یک سری از شعارها و در واقع پروپاگاندای سیاسی داشت میکرد با توجه به این که به نظر میرسه که برنامه عملیاتی هم برای اون نداره، این بوده که ما باید در گام دوم انقلاب، جهش گام دوم انقلاب تلاش بکنیم، این که شورای عالی آموزش پرورش باید تغییر بکنه، از تغییراتی در واقع نظام آموزشی، ارزشی شدن اون مدیریت جوانی که خوب این مدیریت جوان با توجه به این همه معلمی که در بدنه آموزش پرورش وجود دارن استخدام نشدن، وضعیت بازنشستگان این هست، یعنی استخدام معلم جدید با توجه به این همه معلمی که در واقع هنوز استخدام نشدن یک ادعای ثابت نشده هست و این نشون میده که ایشون با یک در واقع یک چشم منداز کاملا سیاسی تبلیغاتی وارد این حوزه شده، نه با یک نگاه عملیاتی. این رو شاید در تنها نگاه مخالف و منتقدی که امروز در مجلس خلاف در واقع برنامه‌هایشون سخن گفت، خانم هاجر کنارانی نماینده نیشابور، هم در صحبتاشون اشاره کرد که شما هیچ برنامه عملیاتی ندارین. به نظر میرسه که این شعارهای سیاسی که برای ساختن یک تمدن نوین اسلامی که ما واقعا نمیدونیم این در عمل به چه معنی هست، در واقع نشون میده که ایشون هیچ برنامه عملیاتی برای حل مشکلات واقعی که خودش هم بهشون اشاره کرد، ترک تحصیل دانش آموزان، وضعیت معیشتی معلمان، عدالت آموزشی در نظام آموزش پرورش، هیچ برنامه عملیاتی برای این مسائل ندارن. اما به جای اون برنامه ها و شعارهای ارزشی تا دلتون بخواد داده شد. این نکته رو هم اضافه بکنم که در واقع این برنامه های عملیاتی که ما میگیم، ایشون اشاره کرد به این که از سرانه سهم آموزش و پرورش در سرانه ملی باید افزایش پیدا بکنه، اما باز هم تکرار میکنم هیچ گونه برنامه برای این که چگونه این باید رخ بشه، کسری بودجه رو چطور میخوان جبران بکنن، از کجا باید تامین اعتبار بشه این مسئله، ما سخنی در این رابطه نشنیدیم.